درود بر شما 16 اسفن ماه 1398 خورشیدی و 6 مارس 2020 میلادی امشب صفحه آخر اختصاص دارد به بحران کرونا در ایران و مقایسه چگونگی مقابله با کرونا در ایران و در بقیه کشورها پرده آخرم آخر برنامه ابتلا به ویروس کرونا در جهان بر اساس آمار رسمی چین با حدود 80000 هزار مبتلا و حدود 3000 هزار فوتی بیشترین لطمه رو دیده کره جنوبی با بیش از 6 هزار مبتلا فقط 42 فوتی ایران با نصف تعداد کره جنوبی مبتلا حدود 3 برابر کره جنوبی فوتی داره 170 این آمار رسمی کشور هاست تا پنجشنبه شب چرا انقدر تاکید میکنم رو آمار رسمی چون در پیوند با کرونا هیچ کشوری آمار جعلی منتشر نمیکنه چون دیگه همه میدونن که بدون همکاری بین کشورها بین دولت ها امکان مبارزه فراگیر با کرونا نیست همه منافع مشترک دارن همه باید شفاف روشن بگین اطلاعاتو بدین مثل اینکه مثلا شما برین دکتر اطلاعات غلط از خودتون بدین خب تجویز اشتباه میکنه دکتر تنها کشوری که آمار دستکاری شده منتشر میکنه ایرانه دلایلش رو خواهم گفت یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی برای پنهان کردن آمار میکنه این است که از روز اولی که بعد از دست کم یک ماه یک ماه و نیم تاخیر شیوع کرونا رو اعلام کردن حضرات گفتن آمار سراسری میدیم یادتونه دیگه تو دو برنامه قبلی به اینا پرداختیم من فقط دیگه الان تیتروار میگم حتما از جاهای دیگه امیدوارم شنیده باشین به گفتن آمار سراسری میدیم نه آمار استانی و شهر به شهر چرا اوزام انقدر به هم ریخته و بحرانی بود که کسی نپرسید چرا چرا شهر به شهر و استانی نمیدیم در آغاز تاکید داشتن آمار سراسری چون نمیخواستن که هیچ دقت و تحلیل روی آمارها باشه هرچی چی کلی تر بگیم به نفعمونه و اگر نه ممکنه در جزئیات خیلی چیزا فاش بشه حالا اومدن کار به جایی رسوندن که رسما آمار پرتلفات ترین استان یعنی قم تهران و گیلان و آمار تلفات رو بینیم نامشخص دارین میبینین که فوتی ها در قوم تهران و گیلان نوشته نامشخص هیچ جای دنیا همچین آماری رو از تلفات کرونا نمی بینین هیچ جای دنیا چرا نامشخص یازده بهمن دکتر گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت گفت این ویروس وارد ایران خواهد شد و هیچ مرزی نمیشناسد و اگر کشوری مدعی شود که اجازه ویرو... ورود این ویروس را نمیدهد حرف غیر علمی زده است یازدهم بهمن دکتر گویا این حرف را زد در گفتگوی رسانه یازده روز قبل از راهپیمایی 22 بهمن آقایون 20 روز قبل از اینکه اعلام کنند دو نفر از کرونا در قوم مردن سی بهمن اعلام کردند دیگه بعد با توجه به اینکه 14 روز زمان لازم است برای بروز بیماری و بستری شدن و اینا بستری هم شده بودن نتیجه می شود اینکه همون موقع که دکتر گویا داره میگه که ق... بهمن که میگه قطعا ویروس به ایران می آید قطعا ویروس به ایران آمده بود ادهی رو مبتلا کرده بود چند نفر رو کشته بود نمیدونیم اما چون راه به مایه 22 بهمن که تهش افتضا هم شد برای آقایون باید برگزار می شد هیچی نباید اعلام می شد حتی اعلام نکردن که ادهی به ویروس و کرونا مبتلا شدن حتی دیگه کشته هاش هیچی رهبر معظم همین سیزده همه اسفن همین سه شنبه آمد چند تا توصیه کرد به مردم و مسئولان درباره کرونا ما همش پخش میکنیم غیر از سلام علیکم اون عربی های اولش و آخرش اینا همش رو پخش میکنیم که یه وقت نگن بریده بریده کردن سخنان گوهربار پیش رو ببین توصیه اول این است که ما کاملا رعایت مقرراتی را که مسئولین برای ما مشخص میکنند این رو برای خودمون فریزه بدانیم و لازم بدانیم و عمل کنیم توصیه بعدی که بسیار توصیه مهمی است توصیه به توسلات و توجهات به پروردگار و درخواست کمک الهی است جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم می توانند با دعا با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیه مسلم و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیه مسلم و به نبی مکرم اسلام می توانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنند. این هم توصیه بعدی منه حالا اگر به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه من توصیه میکنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتی هم هست این دعا یا من تو حل بهی و مکاره و حد الشدائد بعد از این دوتا توصیه که گفت و خیلی مهم و لازمه یعنی توسل به ائمه و خوندن دعای هفتم صحیفه سجادیه چی بگم؟ موضوع بعد که گفت بلا اونقدر بزرگ نیست و اینا اینا رو بخونیم حال برطرف میشه ما بزرگتر اینا داشتیم حالا موضوع بعدی رو میگه که از همه اینا مهمتر این حادثه فقط در کشور ما پیش نیامده این حادثه میدونید شنیدید در بسیاری از کشورهای دنیا امروز این حادثه هست تفاوتش البته اینه که در بسیاری از کشورها پنهانکاری میکنن نمیگن ما مسئولینمون با صفا و صداقت با از روز اول با شفافیت خبررسانی کردند مردم رو در جریان قرار دادن که خب کار خوبی هم بود این حد از وقاحت و دروغگویی ما اول می‌خواستیم این حرف رو ببریم تو پرده آخر ولی واقعا پرده آخر ما جای این حجم از وقاحت رو نداره از روز اول شفاف اطلاع رسانی کردن مسئولان ما محققان کانادایی میگویند تعداد مبتلایان در ایران حدود دویس برابر رقم اعلام شده است من عمدن میرم سراغ محققان کانادایی چون همیشه تحقیقات یا فناوری غربی هاست که مشت جمهوری اسلامی رو با میکنه برنامه هسته ای نمونش همین مورد اخیر موشک زدن سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین که تا کانادا و آمریکا نگفتن ما شواهد قطعی داریم جمهوری اسلامی اعتراف نکرد حالا این پژوهشی که عرض می دانشگاه ییل در کانادا با چند مؤسسه دانشگاهی یا پژوهشی دیگه انجام داده تنها پژوهش علمی است که از تخمین آمار دقیق مبتلاها به کرونا در ایران تا حالا انجام شده نوشته است بر اساس مدل سازی این محققان در بیمارستان عمومی تورنتو و دانشگاه تورنتو با توجه به تعداد مسافران ایرانی و مبتلا به کرونا در کشورهای مختلف تعداد مبتلایان در ایران 18300 نفر برآورد شده است این مال 6 روز پیش پنجشنبه یکم اسفند زمانی که ایران تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را 5 نفر اعلام می‌کرد بریتیش کلمبیا در کانادا از شناسایی یک مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد که اخیرا به ایران سفر کرده بود یک زن سی ساله دیگر نیز هنگام بازگشت از ایران به کانادا مبتلا به کرونا شناخته شده بود موارد دیگری از مسافران مبتلا به کرونا در هنگام بازگشت از ایران در لبنان، عراق، کویت، بحرین و امارات متحده عربی گزارش شده است. زمانی که ایران اعلام کرد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا 5 نفر این تحقیق میگوید که ویروس کرونا از یک ماه و نیم قبل در ایران شیوع پیدا کرده بود یعنی از نیمه بهمن ماه ببخشید از نیمه دی ماه یکم اسفند بود یعنی آخر بهمن بگیریم که ایران اعلام کرد پنج نفر به ویروس کرونا مبتلا هستند این گزارش میگه این تحقیق میگه که ویروس کرونا از یک ماه و نیم قبل در ایران شیوع پیدا کرده بود بر اساس برآورد این تحقیق فراگیری کرونا ویروس در ایران به شیوع جهانی گسترده تر آن دامن میزند مسعود پزشکی ها نایب رئیس مجلس که خودش هم پزشکه میگه مجلسی که همه ظاهرا سالم بودند و همین جوری تست دادند الان تعداد قابل توجهیشان مثبت است در جامعه هم همین وضع است و فقط تست ندادن مردم من اگر جای وزارت خانه بودم روز اول قوم را قرنطینه میکردم و اجازه دادم بیرون برم چون بالاخره این بیماری شوخی بردار نیست که ما اینگونه با هم برخورد میکنیم مدام گوییم که نترسید و ما میجنگیم به نظر من باید کسی که گرفتار است قرنطینه شود با کسی که در ارتباط بوده قرنطینه شوند تا دیگران آلوده نشوند فلان فلان بعد میگه اینکه کشور را 15 روز تعطیل میکردن بهتر از این بود که الان کلا تعطیل شود الان بیمارستان ها برای مریض ها جا ندارن روز به روز هم بدتر خواهد شد اقتصاد و همه چیز مملکت رو هم به نظر من به هم خواهد ریخت اینا رو پزشکیان نایب رئیس مجلس میگن برای اینکه ببینید چقدر یکی از دلایلی که باز به اینجا رسوند همین جعلی بودن آمارها بود و قصد از جعلی بودن آمار چرا چرا آمارها انقدر ساختگی ببینین آمار مال وزارت بهداشت رو در سایت خبرگزاری دولت این روزانه منتشر میشه ببینین پنج شنبه هشتم اسفند درست 248 تا مبتلا 26 تا فوتی 476 تا بهبود یافته همین ما تو برنامه هفته پیش نشون دادیم و گفتیم که چون این چیزی ناممکن است تا آخر هفته پیش که برنامه پخش شد اینو نشون میداد خبرگزاری اینا خبرگزاری دولت توی جای دنیا هم چون این چیزی اتفاق نیفتاده بود که بهبودی آفتها بیشتر از اونها باشه تا دو برابر اونم خب یک روز بعد از پخش این برنامه شنبه دهم اسفند خبرگزاری دولت میره آمار روز پنج شنبه رو تغییر میده روز پنج شنبه جمعه رو و بر اساس همون میاد دیگه به روزهای بعد تا امروز ببینین آمارش میشه این تعداد مبتله ها سه تا کم میشن میشه 245 تا چون بقیه از جمله سازمان بهداشت جوانه نوشته بود 245 تا تعداد بهبود یافته ها یهو میشه 54 تا از 476 تا تاریخش هم که دیدین جفتش 8 اسفند این با آمار بهبودی یافته های 476 تا آماری است که اگه الان برین تو سایت خبرگزاری دولت ایرنا نیست عوض شده شده اون یکی با 54 تا بهبود یافته یه رقم عوض شده دیگه این عقبات اگه افشاشون کنی این کارو میکنن دیگه میان یا همچین دست گلی با آب میدن کسایی که نیدن خب جدیده رو میبینن دیگه کاری نداره که یه رقم عوض شده یه پرانتز واکنم بعد ادامه بدیم این عدد و رقم عوض کردن ها تو نظام مقدس خیلی راحته برای این نمیم چی بهشون بگم واقعا این،, این تغییر عدد و دکتر محمد رضا خاتمی درباره باره میلیون رعی اضافه شده تو انتقاد 88 گفت یادتونه رندوم اشکالش چی بود دکتر یعنی الان شما توضیح ولی من اصلا متوجه نشم اشکال رندوم چیه یعنی مثلا شما بگید هل... 10 درصد صندوقا رو از هر استانی از هر شهری ما میشمریم ما معتقد نیستیم پای چون اتفاق سندوق افتاد 88 ما این پای صندوق رای را تقلب شد آها چی بوده فرج تو ستاد انتخاباتی وزارت کشور اونجا اتفاقاتی افتاد این چه اتفاقی در افتاد اتفاقاتی افتاده که همه صندوق ها شده 8 میلیون رای بهش اضافه شد 8 میلیون رای دکتر شما از من سیاسی تر هستید میدونید که یعنی چی 8 میلیون تعرفه اصلا کجا جا بدن بعد بیان تعرفه نمیخواد داشته باشه ببینید توضیح بدید من برام سواله آقا آرا در میاد چند میلیون اونجا اعلام کردن شرکت کردن 20 نه کل کشور 39 میلیون و, ملیون ملیون رو سی و نوح خورده نوح این از که آره. 40 میلیون 24 و احمدی اینجا به صندوق ها اگه تکس این میکردین همه یه چیز آرایی که مثلا به صندوق 32 میلیون مثلا تموم شد خب 16 میلیون 13 میلیون شما این آه. 8 میلیون اضافه و رأی مردم اضافه کردن خب چطوری این تعریف ها کجا بوده تعریف ها باشه که چی باید باشه هیچ. این یه بگه کاغذ عدد رقمه خب این یه مستنداتی داره دیگه مستنداتش اظهارات کسانی است که از جناه ما هم نبودن حالا اینجا هم خواستن تعداد بهبودی آفته ها رو خیلی زیاد نشون بدن چون رفته بودن اون که یه تبلیغ علکی کنن که جمهوری اسلامی تعداد بهبودی آفته هاش داره هی بالا میره و از این حرفا شفاعت دارن میگیرن یعقش اون که عرض کردم تو برنامه هفته پیش گرفتیم رفتن قبلی رو پاک کردن اون بهبودی آفته 476 تا رو برشتن کردن 54 تا که مثلا بگن از اول این بوده حالا چقدر به همین پن... به همین بعدیه که گذاشتن میشه اعتماد کرد که 54 تا بهبودی آفته نمال 245 تا فلان اینا همونقد که به قبلی میشده اعتماد کرد همینجوری شیکمی 476 تا بهبودی یافته نمیشه مگه تا چند روز پیش نمی نمیگفتن تعداد قربانیان کرونا در قوم دوازده نفره زمانی که آمار میدادن الان که می مینویسن نامشخص نمی نمیگفتن دوازده نفره فقط ببینین در یک روز فقط بشمورین بیش از چهل نفر الله الرحمن الرحیم اینجا قصال خونه به اجتماع سومه است دوشنبه دوازده اسفند 98 این انواتیه که میبینید از صبح انجام شده کارشون ولی متاسفانه حجم عواد خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه اینا همه کورانایی هستن که باید شسته بشه اینا همینجور اینا همه متاسفانه کورانایی هستن که باید اون اتاق فرداش رفتن کسی که این فیلم رو گرفته دستگیر کردن زاره معاون دادستان قوم اظهار داشت فردی که تصاویر از قصالخانه آرامستان بهشت معصومه قوم را بدون مجوز منتشر کرده بود دستگیر و پرونده او به قوه قضایی ارجا داده شد همه فضای مجازی رو میتونن ببندن و همه رو میتونن بگیرن اوکی okay. فوتی های کرونا رو میبرن قبرستان بهشت معصومه تو اتوبان قوم تهران فوتی های قوم و منظور من متر میکنن میذارن پایین آهک و خالی میکنن روی جسد خاک میریزن روشون روی اون آهک آرامستان بهشت معصومه آزاد راه تهران قوم سه شنبه سیزده اسفند اکتوبوسایی که میبینید مالا قطعه کرونا یا سیگه زیاده. خیلی زیاده از اینکه داره میکنه ما بریم بپرسیم که ببینید خاطر کرونا آوردن اینا رو اینجا یا نه من مخفیانه فیلم میگیرم نه, فهمه.

رهبر مسلمین جهان فرمودن کشورهای دیگه پنهان میکنن ما از روز اول همه حقیقت و مردم گفتیم شفاف یکی از دلایل دستکاری کردن آمار کرونا در ایران این است که میخوان از عصبانیت مردم کم کنن میدونین خودتون مردمی که میدونن میش و جلو شیوع بیماری رو گرفت اگر بیش از یک ماه حضور ویروس کرونا در ایران انکار نمیشد اگر جلوی پرواز هواپیمایی ماهان به چین و بالعکس همون اول گرفته میشد که همچنان هفته ای دست کم پنج پرواز به چین داره اگر با اولین و دومی بیمار کرونایی در قوم این شهر قرنطینه میشد مثل ژاپن مثل ایتالیا اگر با مردم صادق بودن تا مردم هم بدونن میزان خطر و شیوع ویروس چقدره نه اینکه برعکسش رو بگن حالا هم میگن مبتلا کم داریم هم فوتی کم داریم هم بهبودی زیاد داریم برای کاهش خشم مردم باز ارز میکنم تا کی دلیل دیگه این است که در کشوری که قطب عالم تشیع و ائمه اطهاره به قول رهبرش رهبر مسلمین جهان در این سرزمین زندگی میکنه حرم امام هشتم در شهر مشهدشه و خواهر امام هشتم در شهر قومشه یازده هزار امامزاده تو هر گل جای این مملکت هست چجوری نتونسته جلو شیوع بیماری رو بگیره و از اعمه اطهار شفا بگیره نوود و هفت مبتلا به کرونا از ایران به یازده کشور رفتند دبیر کل سازمان جهانی بهداشت میگوید ارزیابی این سازمان از خطرات و تاثیرات بالقوه ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان بسیار زیاد است. میدونین یکی از ترس‌های جدی این است که اگر این ویروس به میلیون آواره در سوریه و یمن که مسببش همین جمهوری اسلامی ایران است، برسته جهان شاهد چه کشتاری از مردم بی‌دفاع خواهد کشورهایی که به واسطه ها به کرونا آلوده شدند عمان عراق امارات بحرین، گرجستان پاکستان افغانستان کویت استونی بلاروس کانادا انگلیس نیوزلند استرالیا آمریکا شرقش نیویورک رویترز گزارش داده که دولت استرالیا روز شنبه دهم اسفند ورود همه مسافرهای غیر استرالی... استرالیایی را که از ایران وارد این کشور میشن ممنوع کرده و سفر ایرونیا به کشور دوست و برادر روسیه هم ممنوع شد به دلیل کرونا قبلا روسیه ورود چینی ها رو ممنوع کرده بود فرودگاه باکو چهار ایرانی را مشکوک به کرونا تشخیص داد و از مرز زمینی بازگرداند. آژانس حمل و نقل سوئد در حالی پروازهای هواپیمای هما در مسیر دو شهر استکهلم و گوتنبرگ این کشور را تعلیق کرد که از میان 24 نفری که در سوئد تاکنون به ویروس کرونا آلوده شدند فقط 6 نفرشان در رابطه با ایران بودند یعنی اینکه چیزی نیست که حالا از 24 تا 6 تاشون ایرانی بودن اینا که کرونا بردند تو سوئد 13 اسفند آمار ببینین چه وحشت که در ایران 13 اسفند رسانه های چین گزارش کردند روز یکشنبه دو نفر که از ایران وارد پکن شده بودند مبتلا به کرونا هستند این دو نفر اولین مورد از ابتلا به کرونا در پکن از زمان شیوع این ویروس در چین هستند پکن پایتخت چین نداشته تمرکز در ووهان در استان ووهان و یک شهر دیگه است بود البته در پکن خبری نبود دو تا ایرانی رفتن بردن اونجا که چین هم جلوی ورود ایرونیا رو به کشورش بست در شرق آمریکا فرماندار ایالت نیویورک روز یک شنبه اولین مورد ابتلا به کرونا در این ایالت را اعلام کرد فرد مبتلا در شهر نیویورک زنی است که در سفر به ایران مبتلا به کرونا شده است That woman is a She's 39 years old. به گفته اندرو کوما فرماندار نیویورک فرد مبتلا زن 39 ساله است که به تازگی از سفر ایران برگشته است ما فکر نمی کنیم بیماری چه انگام پرواز و چه وقتی با یک خودروی شخصی از فرودگاه به محل اقامتش رفته واگیر بوده است اما از روی احتیاط با همه مسافرانی که در پرواز از ایران به نیویورک با او بودند و با که او را به خانه برده تماس خواهیم گرفت. به گفته اندرو کوما فرد مبتلا که خود در حوزه مرغبت های درمانی فعالیت می کند در شرایط باثباتی در خانه و در کنار همسرش به سر میبرد و تنها کمی تنگی نفس نشان می دهد. آماری که آخرین آماری که تا این لحظه تا پنجشنبه شب دیدم درباره نیویورک این است که تعداد مبتلا رسیده است به 6 تا که نمیدونم هنوز چقدر موثقه ولی باری قزاقستان ورود اطباع ایران به کشور را ممنوع کرد وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد سه نفر مبتلا به کرونا که از ایران وارد این کشور شده بودند در بیمارستانی در بیروت قرنطینه شدند عراق روز یکشنبه شش مورد جدید ابتلا به کرونا را که همگی از ایران آمده بودند اعلام کرد. چهاردهم اسفند به گفته لطیفی سخنگوی گمرک ایران ارمنستان به مدت سه هفته مرز خود را با ایران بست. پیش از این تردد مسافری بین دو کشور به دلیل ممانعت از شیوع کرونا از سوی ایروان ممنوع شده بود ولی روند صادرات کالای تجاری به ارمنستان هم از چهاردهم اسفند ممنوع شد. چی صادر نمی کنیم. فعلا غیر از کرونا رویترز گزارش داد که به جز عراق کویت و بحرین هم اولین مبتلایان خود به کرونا رو گزارش دادند که همگی آنها از ایران وارد شدند کویت و عراق از جمله کشورهایی هستند که پروازاشون به ایران تعلیق کردند دولت اردن از چهارم اسفند ورود شهروندان ایران به این کشور را ممنوع کرد عربستان هم اعلام کرد در چارچوب اقداماتش برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا همه افراد مقیم در این کشور را از سفر به ایران منع کرده و از ورود افرادی که بعد از بیستم بهمن ماه در ایران بوده اند جلو گیری می هر که از بیستم به این ایران بوده عربستان اعلام کرده که حتی خود عربستانیا اجازه حج عمره ندارن دوازام اسفند وزارت بهداشت عربستان از ثبت اولین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد مورد ثبت شده مربوط به یک شهروند سعودی است که از ایران وارد بهرین و از آنجا وارد عربستان شده است عربستان طبق آمار رسمی سازمان جهانی بهداشت تا پنجشنبه شب 15 اسفند فقط دو مبتلا به کرونا دارد که از ایران رفتن به این کشور و در قرنطینه هر دو تاشون آه. چون اون دومی هم همراه اولی بوده در عربستان به همین دلیل در نیویورک که اولش یک خانم ایرانی مبتلا بوده و وارد شد به عنوان اولین در واقع مبتلا به کرونا به نیویورک و تا حالا که عرض کردم 6 تا اگر شده باشه قاعدتا انتقال باز از ها به وزارت بهداشت قطر شنبه گذشته از نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد یک شهروند 36 ساله قطری که به تازگی از ایران بازگشته است کویت اعلام کرد تمام 43 شهروند آلوده به کرونا از ایران برگشتند در حال حاضر اغلب کشورهای جنوبی خلیج فارس از ورود شناورهای ایرانی به بنادر خود جلوگیری میکنند چرا اینجوری شد واقعا فقط دلیلش این بود که یه عده طلبه چینی برای سال نوشون رفتن از قوم به چین و برگشتن کرونا رو آوردن ایران و همین چرا کنترل نشد چرا همه جا اگر نه در روزهای اول در هفته های اول کنترل شد تو ایران نشد و مسئولین باعث گسترش بیشترش شدن چه کردن کشورهای دیگه که ایران نکرد و به همین دلیل نتونست کنترلش کنه یه چند نمونه بیارم چین چین اگرچه اول مخفی کرد که ویروس شایع کرونا وجود داره فکر من میتونه کنترلش کنه جلو ضربه زدن به اقتصادش رو بگیره اونجا ولی سونامی شدیدتر از این بود که بشه مخفیش کرد اما بعد تونست کنترلش کنه و این منحنی رشد ابتلا به کرونا رو که با سرعت داشت با تعداد فوتی ها میرفت بالا اینو تبدیل کنه به منحنی نزولی پایین رونده ببینین یه که براتون میخونم از خبرگزاری نیمه دولتی ایران میخونم و این از استکبار نیست مال خودشون ایسنا نوشته آنچه در این زمینه چین را از دیگر کشورها متمایز میکند سرعت ساماندهی نیروها در این حوزه و عملیاتی سازی سریع امکانات بهداشتی درمانی و اعزام صدها پزشک و نیروی متخصص و داوطلب از سراسر چین و مراکز بهداشتی به مرکز حادثه از اقداماتی بود که به سرعت از سوی دولت چین اجرایی شد بازوی رسانه تبلیغاتی دولت چین با طراحی نرم ویژه امکان رصد آنلاین وضعیت کرونا در سراسر کشور را فراهم کرد و آمار لحظه ای افراد مبتلا، مشکوک، درمان شده و فوتی در دسترس عموم قرار گرفت. در مواردی حتی امکان مشاهده نزدیکترین موارد ابتلا روی نقشه آنلاین برای افراد فراهم شد این تازه چین ها چینیه که تزب کمونیست حاکم روش و به گروه بند توش هست پنهانکاری هست بیش از بقیه کشورها البته کمتر از کره شمالی که یک مبتلا به کرونا پیدا کرده ادامش کرد چین ببخشید این من اینو گفتم به هیچ وجه نمیخوام به نمیخواستم مقایسه ای بکنم ولی این این شیوه ها یا ما داریم درباره چین صحبت میکنیم چین دهم ده به بهمن که خبر ابتلای بیش از 5000 نفر به کرونا و فوت شدن حدود 140 نفر در این کشور منتشر شد در کمتر از ده روز یک بیمارستان هزار تختخوابی مختص کرونا ساخت و رو اندازی کرد ساختن این بیمارستان ها را به سرعت ادامه داد تا هفته پیش که اعلام کرد با روند کاهش ابتلا به ویروس در کشور یکی از 16 بیمارستان مخصوص کرونا رو تعطیل کرده و این روند ادامه دارد از دوشنبه 12 اسفند ابتلا به کرونا در چین به نصف رسید بعد همسایه های چین همسایه های چین که یکم یک یعنی این طرفش کره جنوبی و کره شمالی و بعد ژاپن کره شمالی رو که اشاره کردم واقعا اتفاق افتاد یعنی وقتی که یک جنایتکار حاکم باشه بر یک کشور و فکر هیچ نکنه جز قدرت خودش همینه دیگه یک نفر کرونا گرفته بود در کره شمالی و چنان که من خبرش گرفتم این آدم رفته بود در یک اجتماع محدودی یا میخواسته بره در اونجا شرکت بکنه دستگیرش میکنن در جا اعدامش میکنن و نمیدونیم دیگه آیا کسان دیگری مبتلا شدن به این ویروس و اصلا شمالی که خبر نمیده بیرون که و بعد در کنارش آیا مداوایی هست آیا غیر از ساختن باز کلاهک اتمی و بمب اتم کره شمالی کار دیگه میکنه برای مردمش درباره بقیه کشورهای همسایه چین اجازه بدین ارز بکنم که الگوی سازمان بهداشت جهانی شدن به دلایل روشنی که در خود چین هم تا حدودی پیاده شد سازمان بهداشت جهانی میگوید تجربه کشورهای مثل نپال و ویتنام که به جز موارد اولیه دیگر هیچ گونه مبتلا به ویروس کرونا در آنجا دیده نشد نشان می‌دهد واکنش سریع و به موقع می‌تواند مانع گسترش کرونا ویروس به هر منطقه شود. ویتنام چیکار کرد برای مثال؟ ویتنام با چین هم مرز است و بسیاری از چینی‌ها در ویتنام زندگی می‌کنند. این کشور بلافاصله مرزهای زمینی را بست و پرواز هواپیماها به چین را ممنوع کرد. فقط 16 مورد ابتلا به کرونا در ویتنام ثبت شد که اکنون بهبود یافتند. برای قرنطینه بیماران در خارج از شهر هانوی پایتخت ویتنام یک اردوگاه نظامی اختصاص داده شد هر کس که مشکوک بود در آنجا نگه داشته می شد. ژاپن با شناسایی اولین مورد مبتلا به کرونا مدارس سراسر سر کشور را تعطیل کرد دولت بسته حمایتی را از طریق شرکت ها در اختیار کارگران قرار میدهد که در طول تعطیلی مدارس برای مراقبت از فرزندانشان نیاز به اخذ مرخصی دارند هنگ کنگ همسایه دیگر چین در دو ماهی که ویروس کرونا در چین ققا کرد تنها 93 بیمار کرونایی در این کشور ثبت شد و تنها دو نفرشان جان سپردند در نخستین گام دانشگاه ها و اداره های دولتی را حداقل تا اول اردی بهش ماه ما تعطیل کرده همه مسافران چینی یا خارجی که در دو هفته پیش از ورود به هنگ کنگ به چین سفر کرده بودند بی هیچ استثنایی فارغ از اینکه تب دارند یا نه قرنطینه شدند دولت از همان روز نخست سیاست اطلاع رسانی شفاف را در پیش گرفت رسانه ها هر روز با انچار مشخصات بدون اسم بیمار محل رفت آمدش محل کارش محل استفادهش از حمل و نقل و عمومی رو منتشر کردند تا مردم پیش از ضد عفونی محل به آنجاها نروند همزمان دولت اعلام کرد همه افرادی که با بیماران در ارتباط باتن موظفند فوراً به قرنطینه برن فوری قانونی تصویب کردند تو این کشور که سرپیچی از مقررات مربوط به قرنطینه 6 ماه حبس و 3200 دلار جریمه داره دولت اعلام کرد برق مشترکان خانگی مجانی است تا مطمئن بشه مردم میتونن بمونن خونه و مشکل مصرف برق ندارن دولت اون کنگ اعلام کرد 1200 دلار به همه شهروندانش یارانه میده تا خسارت تعطیلی کسب و کارهای خصوصی را جبران کند کسب و کارهای کوچیک ایران وزیر نیروی دولت تدبیر و امید جمهوری اسلامی ایران میگوید ما بذار این سریح بگم میگه ما فقط به پول قبض آبرق مردم واسه تأمین آبرق منازل و مغازه ها و کارگاه ها و غیره ندن اون پول رو قطع میکنیم همه شرکت های آب و فازلاب در همه استان ها و شرکت های توضیح برق ابلاغ شده که به دلیل شرایط خاص در مواردی که مشترکین برای دریافت انشعاب مراجعه می و می حق انشعاب رو طبق قانون به پردازن حد اکثر مدارا بشه و به صورت تقسیط و به شکل اقساطی حق انشعاب به اصطلاح پرداخت بشه کسانی هم که به دلایلی که عرض شد ممکنه در پرداخت قبوز خودشون قبض آب یا قبض برق مشکلات موقتی داشته باشن هم مهلت لازم داده بشه فعلا قرار هست که تا پایان اردی بهش ما زمانی باشه که مدارای لازم و مورد نیاز با مشترکین عزیز برای پرداخت قبوزشون انجام بگیره همه مردم میدانن که بخش عمده منابع مورد نیاز صنعت آب و برق برای سرپا نگه داشتن این صنعت از همین محل تعمین میشه لذا به ای نیست که ما از بودجه عمومی رقم قابل ملاحظه ای رو دریافت بکنیم لذا میبایست به گونه ای رفتار بکنیم که خداینا کرده به دلیل کم بود منابع مواجه با اختلالی در عرضه این دو محصول حیاتی نباشیم این مدارا و اینا که میگه همه همه رو اصلا فراموش کنید سه تا نکته در صحبت وزیر نیرو یک بخشودگی و یارانه آب و برقی در کار نیست باید بدین از اول اردی بهش باید قبضتون رو تصفیه کنی دو ما از بودجه عمومی یعنی بودجه دولت یعنی صندوق توسعه یعنی خلاصه پولی که از درآمد ملی یا صادرات یا مالیات یا عوارض از همین شما گرفتیم از این پول واسه آب و برق مردم تو این وضعیت که همه میدونیم چه جوری است و چه جوری خواهد شد استفاده نمی کنیم سه مردم اگه بعد از فروردین قبضشون ندن اختلال در خدمت رسانی پیش میاد یعنی آب و برقتون قطع میشه این مخصوصا شب عید که همه میدونن این بعض کسادی و خالی بودن بازار خیلی ها رو به برشکستگی حتی ممکنه بکشونه متاسفانه این وسط مردم میمیرن هم از کرونا هم از فقر حضرات و حاکم هم مدام بهشون رسیدگی میشه آزمایش فلان بهمان اینا اگرم مبتلا بشن مدام با بستری شدن اینها هم همزمان دارن خودشون رو میبندن محمد حسین قربانی دندانپزشک نماینده مجلس میگوید متاسفانه این ویروس از طریق ارتباط و پرواز به چین و آسیای شرقی به کشورمان منتقل شده و همچنین رعایت نکردن مسائل بهداشتی در مبادی ورود به کشور از جمله فرودگاه ها وارد کشور شد متاسفانه پس از اعلام هشدارهای پزشکی برای لغو پرواز به چین برخی ایرلاین ها اعلام کردن که فعالیت های ما خصوصی بوده و هیچ ارتباطی با حاکمیت و دولت ندارد که دولت برای ما تصمیم گیری کند قبلا برنامه داشتیم رو ماهان که این شرکت هواپیمایی که تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است مال سپاه و سلیمانی قاسم سلیمانی در شکل گیریش نقش داشت و خیلی هم استفاده کرد نیروی قدس سپاه از این هواپیمایی از این شرکت همین کسایی که میلیون ها دستکش یه بار مصرف و ماسک وارد میکنن و احتکار میکنن یعنی یا هواپیمایی هم دارن حسین کرمانپور مدیر کل روابط عمومی امور بین الملل سازمان نظام پزشکی هم که به کرونا مبتلا شد نوشته نه به ماسک دسترسی دارند، نه به مواد ضد کننده مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی میگه ها میگه از عصر جمعه نوم اسفند احوال من سرماخوردگی معمول خارج شد ما هیچ ماده ضد در خانه نداریم یعنی تلاش کردم پیدا نشد حتی ماسک هم نداریم تا اینکه امروز دکتر جهانگیری بسته به من داره رفته بیمارستان فلان بخونه خب ببینین وضع کشور رو به چه روزی انداختن میگن تحریمیم تجهیزات نداریم آمریکا رسما اعلام کرد که حاضر هر کمکی که ایران بخواد در مقابله با کرونا بفرسته به عنوان کمک بشر دوستانه گفتین نمیخوایم فقط به خاطر اینکه حیمنه ای اسلام قویین حفظ بشه دروغ هم میگین این وسط رئیس جمهوریتون یه چیزی میگه سخنگوی وزارت خارجتون یه چیز دیگه اونهایی که حتی دارو را به روی مردم ما بستن و تحریم کردن مواد غذایی رو به روی مردم ما بستن خب ما امیدوارم کامل این ویدیو رو بتونیم پخش بکنیم که حتما سعی کنیم پخش کنیم از دوستان تمنا میکنم به خاطر اینکه آقای روحانی میاد این صحبت رو میکنه و در پایان صحبتش میگه که اونهایی که بستن ما رو تحریم کردن اگه خیلی راست میگن نمیخواد کمک کنم به کرونا اگه خیلی راست میگن بیان تحریم دارو رو لغو بکنن و بعد سخنگوی وزارت خارجه میاد میگه که اصلا دارو و غذا هیچ وقت تحریم نبوده که بخواد حالا اصلا بهش تکیه بشه ببینیم میتونین دوباره اون ادیت بکنین اون ویدیو رو خب حالا اگه رسید دستم که خواهید دید باری همین کردم خب از کشورهای آلمان و فرانسه و انگلیس از یونیسف از سازمان بهداشت جهانی شما دو هفته است که هر روز دارین کمک و تجهیزات دریافت میکنین آقایون چقدر ماسک و ژل و دستکش وارد شد و احتکار شد چقدر کشف انبار احتکار دستکش و دیگر اقلام پزشکی در شهر ری رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت از کشف گفت 27 میلیون انواع تجهیزات بهداشتی شامل ماسک، دستکش بهداشتی و 10 تن مواد ضد کننده کشف شد. سخنگوی سازمان تعزیرات در گشت مشترک و حکومتی شهرستان های استان تهران یک انبار دپوی 30 میلیون دستکش در شهر کشف شد. این موارد فقط مال همین یه هفته پیشه ها اینا رو کی میتونه وارد کنه کی میتونه احتکار کنه کی میتونه مطمئن باشه که همه رو به موقع تو بازار با قیمت بالا میفروشه کی غیر از خودتون و زیر سایه شما هم یاد کیسه میدوزن دیگه طبیعتا خیلی از کالاهایی هایی که برای پیشگیری و ضد عفونی لازمه گران و نایاب نمونهشو میبینین دیگه همین یه قلم جنس تو سایت دیجی کالا اگه گیر بیاد که از نمانم ۵۶ هزار تومن یا ۶۵ زار تومن میشه باره پنج و شیش کمتر بله ۶۵ زار تومن میرسه به سرعت در عرض پنج روز میرسه به ۹۹ هزار تومن برای مثال، بعد میشه ۱۲۰ هزار تومن میگم اینا تازه گیر بیاد مردم بطبخ مثلا مذهب نمیدونه چیکار باید بکنه چیکار بکنن؟ من نمیدونم چیکار میکنم. واقعا شما به فرموده آقا هر تهدید رو به فرصت تبدیل میکنین برای حساب های بانکیتون فقط اینه که براتون مهمه هر کدومتون هم یه تیر و تایفه ای را انداختین نوندونی رو دارین اداره میکنین روزا مردم سالاری نوشت بعد از اینکه در اوج شیوع و ویروس کرونا در چین پروازهای بین ایران و چین توسط دولت ممنوع شد سفیر چین در تهران عکس از دیدارش با مدیر عامل ماهان منتشر کرد و خبر داد که ماهان تمایل به تداوم همکاری با چین دارد بعدها هم معلوم شد که پروازهای ماهان به چین در دوره ممنوعیت ممنوع نبوده است دانشگاه ها و مدارس برای جلوگیری از اجتماعات ماهار کرونا تعطیل شده اما امامزادگان مساجد و سایر مکانهای مذهبی همچنان به کار خود ادامه میدن نماز جمعه تهران و ده ها شهر دیگر تعطیل شده اما در قم ای در اعتراض به این تصمیم پشت در مصلا تجمع کرده و همونجا نماز خواندند و سید احمد علمان خدا امام جمعه مشهد هم گفت که تعطیلی نماز جمعه توجیهی ندارد و در هیچ شرایطی نماز جمعه نباید تعطیل شود آیا ویروس مرموز کرونا با این سبک ملوک و توایفی به خوبی مهار می شود؟ امامزاده ها و مساجد و سایر مکان های مذهبی که مردم سالاری نوشته مگه قرار بود تعطیل بشه نشه تعطیل میشه مگه قرار اصلا تعطیل بشه هنوز خیلی از علمای حوزه و خیلی از حکمای پیرو ولایت اصلا قبول ندارن که ویروس کرونا وجود داره من با شدم اومدم بوم. هم تو مسجد هم تو جلسات خصوصی با همه رو میکنیم، میکنین دیدار میکنین مرقد هم خدمت خانم خواهم رفت همه جا میبیچیم همه کاری هم میکنیم به همه هم نشون میدیم که اینا داستانه اینا میخواد دین ما رو از ما بگیرن میخوان صدمه به ما بزنن هیچ معنایی نداره این کاری که دارن انجام میدن ما به این حرفا گوش نمیکنیم کنیم بعض چه بیماریه که انقدر بندش کردین شما کاری داره درمانش من اعلام آمادگی میکنم شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن هنوز مرگومی رو ثابت نکردن که علتش از کروناست است طرف میخواد بمیره یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره آقای نوریزاد که الان در زندان تحت فشار به اینا میگفتش که مغز فندقی کرونا وجود نداره کرونا چه ولی چون به هر حال مریضی شایع شده و مرگ بسیار میگن اینا بلاست آخونده و نهادهاشون مثل حوزه علمی قم رفتن رو دو شیشم اسفند 98 خبرگزاری حوزه نوشته که از دعاهای مورد تاکید برای دفع بلاها هر امام جواد است هر یعنی دعایی که دعا نویسا می نمیسن میدن بهت ببندی به گردنی یا بازود نجات از بلا حلاکت و بیماری یکی از خواست آن است و با خواندن یا همراه داشتن آن دفع می شود از آیت الله وحید خراسانی برای دفع بیماری و نگرانی مؤمنان توصیه ارائه کردن معظم الله فرمودند ضمن رعایت دستورات پزشکی و بهداشتی هر روز دست خود را رو روی قلبتان بگذارید و هفت مرتبه سوره حمد را قرائت کنید و هر روز صبح و شب هفت مرتبه آیت الکرسی را تا و هوال العلی العظیم قرائت کنید ببینیم دیگه این تیکه رو ببینیم آیت الکرسی رو که تا و هوال العلی العظیم یعنی تا نصفه باید قرائت بشه بله دلیلی نفرمودند هست آیت الله وحید خراسانی با این همه مقلد دلیلی نفرمودن که چرا 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 اگه بخوام چهار کرونا نشیم باید آیت الکرسی رو نصفه بخونیم ولی خب گفتن اون بعد دوانویز که به تو دلیل نمیگه که میگه ببن برو بعد بعد میگن چرا ایران نمیتونه کرونا رو کنترل کنه و تنها کشوری است در جهان که حتی طبق آمار رسمی نرخ فوتیا بالای 4 درصد در حالی که در چین دو درصد در بقیه جهان بین یک تا دو درصد و در خیلی از کشورها صفر آلمان سنگاپور کویت بحرین مالزی هلند اتریش ده ها کشور دیگه اینا صفر خب همین حوزه و خرافه و آخوند اینان با اسبانیه این وضع همچنان غیر قابل کنترل که با همه مراقبت که ازشون میشه باز داره ازشون قربانی میگیره من چند نمونه فقط بگم حجت الاسلام لطفی مسئول آموزش مدرسه علمی الهادی قم یازدهم اسفان گزارش شد که مرده محمد جمال خلیلیان عضو جبهه پایداری یکی از اساتید مؤسسه امام خمینی از دیگر روحانیون جان باخته در قم به دلیل کرونا یازدهم اسفان اعرافی مدیر حوزه های علمی پنج تا پیام تسلیت پشتم یه جا منتشر کرد ننوشت چرا مردن البته سید محمود حسینی خراسانی آج شیخ محمد رضا اعتمادی مادر شیخ محمد جعفر منتظری داستان کل کشور اینا از جمله افرادی هستند که برشون اینا صادر شد 23 نماینده مجلس مبتلا بعضی از فوتیا عضو مجموعه تشخیص مشاور ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه مسئول دفتر آیت الله شبیری زنجانی در قرنطینه رفتن خود آیت الله شبیری زنجانی لیلی بروجردی نوه امام خمینی هم به کرونا مبتلا شد گلپسر پسر حداد حد به کرونا مبتلا شد چرا شفا نیست مریدان خالص ائمه دارن میمیرن چرا اونا هم دارن میمیرن هفته پیشم اشاره کردم به تناقض حکومت دینی با علم که خیلی واضح هست و در این فرصت کوتاه اجازه بدین یه نکته رو عرض کنم خدمتتون که اوغلاشون اما در جواب این که چرا مثلا معاون وزارت بهداشت که اومد گفت من کرونا شدم نرفت خودشو دخیل ببنده به حرم مثلا حضرت معصومه تا خوب بشه تا شفا بگیره اگر شفایی هست واقعا با این دخیل و اینها اوغلایی در حوزه البته هستن که برنامه ریزی کردن اومدن در برابر خشم مردم که سوالی از جمله این چیزایی که بنده خدمتتون عرض میکنم میکنن و بعد که این کرونا جمع بشه البته سوالاشون بیشتر خواهد شد از این حکومت به حق علی اومدن این اوغلای حوزه اومدن میگن که خب برای مثال من جواب مثلا حجت الاسلام انصاریان رو براتون بخونم به چند تا سوال که در همین خبرگزاری حوزه آمده سوال این است که حدیثی است که از امام صادق نقل شده که فرمودند زمانی که فتنه ها در همه جا فراگیر شد به قم و حوالی آن بروی را بلا از قوم دور است و یا یعنی این روایت که امام صادق علیه السلام فرمودن چون بلا به شما رسد بر شماست که به قم بروید که جایگاه بنی فاطمه و آسایشگاه مؤمنان است سوال این است که اگر قم به عنوان پناهگاه و محل امن معرفی شده چگونه اکنون گرفتار بیماری و ویروس کرونا شده است و مرکز کرونا شده چرا حجت الاسلام حسین انصاریان رو همون سایت و حوزه جواب میدن به این سوال میگن آنچه از احادیث که در مت و عظمت قوم بیان شده ناظر به بود معنوی این شهر است نه جنبه آخوند و لذا قوم نیز مانند سایر بلاد در معرض بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان است و از این رو سفارش معصومین علیه السلام برای محفوظ ماندن از فتنه هایی است که به ایمان انسان آسیب میزنند حتی مسجد الحرام بارها دچار ابتلاعات شدید مثل سیل و ویرانی و آتش سوزی شده است خب ما به همین رو داریم میگیم مردم چرا حواله میکنیم به تقدس اماکن متبرکه به چیزایی که وجود نداره از جمله شفا بخشی مرده ببینین من در این فرصت کوتاه تنها چیزی که میتونم خدمتون عرض بکنم درخواست دکتر صحت است دکتر حاضقی که مدیر نظام پزشکی کاشان در نامه به رئیس سازمان نظام پزشکی خواسته است که برای تقویت روحیه بیماران در بیمارستان ها و به هر حال جاهایی که بیماران مبتلا به کرونا قرنطینه اند طلاب و روحانیون رو بفرستند تا به به وظیفه الهیشون به بیماران روحیه بدن و واقعا شیر مادر حلالش باشه این دکتر صحت که خوب فهمیده باید چیکار کرد بریم پرده آخر زود سر حضرت امیر علیه السلام مثل آدم صورتش مثل یوسف علیه السلام فرمد شکمش بمانند شکم حضرت موسی علیه السلام دستش به مانند عیسی علیه السلام بود پا حضرت مفرمد به مانند اسحاق علیه السلام بود ساعد و بازو به مانند سلیمان علیه السلام بود مفرمد دو چشمش مثل دو چشم خودم بود و انا خاتم هم الانبی همه ازوشو نگوید شب روزگار خوش صدای امریکا است از دوشنبه 24 تیر ماه 15 ژوئیه تازه ترین تحولات جهان را هر شب هفت شب، هشت شب، نه شب و یازده شب به وقت تهران دنبال کنید. شش روز در هفته شنبه تا پنجشنبه چهار بخش خبری در صدای آمریکا 365 و جمعه شب ها 7 9 و 11 شب تهران 24م تیر ماه 15وی از صدای آمریکا 365 صدای آمریکاست.